کاری که شکیب مصدق انجام داد همه رو شگفت زده کرد. پانزده سالی میشه که برنامه ستاره افغان در فصل خزان مهمان خانه های ما میشه. اما اتفاق جالب و خوشایند برای هموطنان ما در برنامه امسال ستاره افغان این بود که شکیب مصدق با عنوان داور در این برنامه انتخاب شد. پس بیایید سری به کارنامه هنری این هنرمند خوش صدای کشور بزنیم. شکیب مصدق متولد پنجم حوت 1360 در افغانستان است. او در یک خانواده فرهنگی و متوسط دیده به جهان گشود. هنگامی که وی هنوز 6 ساله نشده بود، به دلایل نظیر جنگ و تحولات زود بزود فضای سیاسی کشور، پدر و مادرش خانه نشین شدند. و این امر موجب شد که شکیب و برادر بزرگترش را سخت درگیر زندگی بکنه و بار مسئولیت سنگینی را به دوش آنها بگذارد. شدت این پیامدهای ناخواسته جنگ و نبود منابع مالی به قدری بود که شکیب را به خیابان‌ها کشاند و او را از همان دوران کودکیش با واژه کودک کار آشنا و وارد چرخه کار کرد. بعد از انتشار 17 آلبومش در سال 2013 دوباره راهی افغانستان میشه که این بار توسط مذهبیون افراطی و البته قدرت بدست و با همکاری پلیس افغانستان کنسرت ها و برنامه هایش لغو میشوند. او بناچار دوباره به آلمان برمیگردد. او با خواندن نسخه فارسی آهنگ بلاچال صدای خود را تبدیل به نماد اعتراضات خیابانی جوانان در افغانستان کرد و در آغاز بحران پناهجویی در اروپا او دوباره اقدام به ساختن آلبومی در مورد وضعیت پناهجویان میکند. او این آلبوم را به نام کودک سوری یعنی آیلان که در دریا غرق و سوژه رسانه ها و نماد وضعیت بحرانی پناهجویان شد منتشر کرد. در سال 2015 دوباره راهی افغانستان می شود. این بار با استقبال پرشکوه و گسترده رسانه ها و مردم مواجه می شود. و شکلی که آلبوم آیلان مدت ها سرتیتر رسانه ها می شود. شکیب مصدق در سال 2014 در خیابان های هامبورگ جرمنی با آواز خواندن در سرک برای قربانیان ارگو پول جمع می کرد. کاری که هیچ یک از هنرمندان ما انجام ندادن. او می گفت من کارگریم که می خواهد دستمزدش رو به بازماندگان حادثه بدخشان هدیه بدهد. هیچگاه برای پول نخواندم، اما این بار می خوانم، نه به خاطر معامله با خدا، بلکه برای آرامش نسبی روح و قلب شمایی که این شب و روزها قلبتان برای این فاجعه ناآرام است و همچنان برای روح ناآرام و پرتلاطم خود. شکیب مصدق. وقتتان خوش. خدا نگهدار.